اقامه دعوا در یونان علیه یک پدر افغان که پسرش را در پی غرق شدن یک قایق از دست داد مقام های یونانی از پدر یک پسر 6 ساله که حین تلاش برای رسیدن به جزیره ساموس یونان جانش را از دست داد شکایت کردند این پناهجوی افغان که همراه با خانوادهش سعی کرد از ترکیه خود را به جزیره ساموس برساند متهم است که زندگی پسر 6 سالش را به خطر انداخته است عبدل با نام مستعار که 25 سال سن دارد از افغانستان است در صورتی که گناهکار شناخته مجازات ده سال زندان تهدیدش می کند. دلیل مرگ پسر او هنوز مشخص نشده است این اتهام یک حمله مستقیم به حق ارائه درخواست پناهندگی نامیده شده است این پدر و پسر بخشی از یک گروه 25 نفره بودند که ترکیه را به امید دریافت پناهندگی در اروپا ترک کردند اما قایق آنها بر اساس گزارش ها در بهیره ایجا واژگون شد جسد این پسر 6 ساله در سواحل ساموز و در نزدیکی یک زن حامله پیدا شد که هنوز زنده بود و چند روز پس از آن زایمان کرد. دیمیتریس خولیس وکیل عبدال به گاردین گفت که ادارات دولتی برای سازماندهی یک معموریت نجات به ساعات طولانی نیاز دارند و تا جایی که او خبر دارد از آژانس محافظت از مرزهای اتحادی اروپا برای دستیاری در این عملیات نجات درخواست کمک نشده است او گفت من فقط به خاطر تاخیر در عملیات نجات نگران نیستم بلکه نگرانی بزرگتر من این است که از این اتهامات به عنوان یک مانع دیگر در برابر پناهجویانی استفاده شود که برای ارائه درخواست پناهندگی به اینجا میآیند اگر پناهجویان بدانند که در صورت سوار شدن در یک قایق به همراه خانواده ممکن است به جرم به خطر انداختن زندگی آنها به محکمه کشانده شوند مانع دیگری بر سر راه آنهایی قرار می گیرد که به این کشور می آیند. عبدالحالا مانند همه پناهجویانی که وارد یونان می شود در قرنطینه قرار دارد. خولیس امیدوار است که به زودی آزمایش کوید 19 در مورد عبدال انجام شود و او بتواند قرنطینه را ترک کرده و خاک سپاری پسرش را سازماندهی کند. واسیلیس کراسیوتیس وکیل و مدیر سازمان HIAS در یونان که برای پناهجویان در یونان مشاوره قانونی در اختیار می‌گذارند، این مورد را بی سابقه خواند. او گفت از سال 2015 تا به حال در موارد دیگری که کشتی ها غرق شدند و شمول آن مواردی که به مرگ مهاجران منجر شده است ما هیچگاه شاهد شکایت از مهاجران در جریان ورودشان به یونان نبوده ایم. اما این بار اتهام به خطر انداختن یک فرد خردسال مطرح شده که به مرگ او انجامیده است ما در یونان شاهد مطرح شدن اتهاماتی به دلایل مشابه به کمپ های مهاجران بوده ایم. اما مطرح کردن اتهامات مشابه بر علیه پناهجویان در هنگام ورود به یونان بی سابقه است این مورد نشان دهنده تغییر روی کرد در مورد مهاجران است. جوزینا اوتون مدیرامل اجرایی چوزلاف گفت مجرم شناختن یک پدر که سعی داشت برای خودش و پسرش در اروپا مکان امنی پیدا کند، ناکامی سیاست مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا را بر روشنی باستاپ می‌دهد. با این ناکامی در تثبیت امنیت و ایجاد مسیرهای قانونی برای جستجوی امنیت در اروپا، سیاستمداران مردم را آگاهانه به انجام این سفر خطرناک از طریق بهر مجبور می‌کنند. این اعتماد علیه پدری که بسیار اندوهگین است عادلانه نیست و حمله مستقیم به حق ارائه درخواست پناهندگی است اتحادیه اروپا باید هر چه زودتر یک راه حل بشر دوستانه بر حقوق اولیه پیدا کند یک سخنگوی گارد ساحلی یونان به گاردین گفت که آنها در نخستین ساعات روز یکشنبه توسط یک فرد از این واقعه آگاه شدند اما وقتی که دو قایق گارد ساحلی به محل واقعه رسید اثری از اثر سرنشینان قایق وجود نداشت به گفته این سخنگو همه مسافران در امتداد ساحل پیدا شدند این سخنگو افزود یک مرد 23 ساله که ظاهرا مسئولیت هدایت این قایق را بر عهده داشته است بازداشت